با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر، همراهان عزیزی که همراه ما ایران گردی میکنین و با جاذبه های دیدنی میهن ازمون آشنا میشین. چند سبایی هستش که در شهرستان صفاشهر هستیم و فضاهای مختلف این شهر و دیار رو بهتون معرفی میکنیم در استان فارس. اما در گزارش قبلی اومدیم به یک بنای تاریخی، به جایی که خونه بومگردی و به نام فرباب فارس هست و یک فضای بسیار خوب رو داریم بهتون معرفی میکنیم. از صنایع دستی ارزشمند این خطه از کشور پهناور ایران براتون گفتیم، باز هم قراره بهتر و بیشتر این مکان رو بهتون معرفی کنیم، به سیاه چادر و آهنگری و فضاهای مختلفی سری بزنیم و بهتون بگیم که ایران سرشار از شغلها و حرفه‌های بسیار خوبی هستش که از قدیم به یادگار مونده و خوشبختانه هنوز زنده و پویاست. پس همسفر ما در این سفر باشه. خب ما الان در حیات خانه بومگردی فرباب هستیم و آقای حیدری پر هم همراه همسفر ما. آقا سلام. سلام علیکم. احوال شما خوب هستین؟ خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید و خیر مقدم میگم خدمت تمام اعضای گروه همسفر. خواهش میکنم. آقا سخت فرباب گفتنش یعنی چی؟ در واقع برای نامگذاری بومگردی خودمون اومدیم بررسی کردیم و نامی رو انتخاب کردیم که دارای هویت تاریخی بسیار ارزشمندی باشه و فرباب یعنی آب باشکوه، آب زیبنده که رودی است در مجاورت اینجا که از دوران هخامنشیان در واقع هویت تاریخی داره و یونانیان باستان یعنی اروپایی هم میشناسنش به نام مدوس، در واقع در کتب تاریخیشون اومده. بدم ببینیم به چه شکلیه. راحته نه؟ ها راحت. من بلد نبودم آخه. نه راحت. ماری نه هایی. حاج آقا ما تو سفر قبلیمون بله رفتیم. خوب آقا دست در نکنه. گرمم شد. این به درد زنده. رفتیم تو مغازه آهنگری کوره داشتن. قشنگ فرق داشتن. ما خودمونم کوره داریم. اینجا مدن اینجا کار با خودمون کوره داریم. کوره داریم. مغازه قدیمی داری یا جدیده؟ قدیمی دارم و جدیدم دارم. هر دوتا نگه داشتیم. تو خود صفاشهر داریم؟ آهنگری داریم. خیلی هم خوبه. استاد اسم چیه شما فامیل چیه؟ خدا فیوش سیار. استاد خداداد ما نشون دادن که با چند تا چوب هم میشه اینجا آتش کنیم. آهنگری کنیم. آتش که آهنگری آهنگری کنیم. بله. اینا شمشیره؟ نه نونگردم. نونگردم. شبیه شمشیره. آه نونگردم. نون تیری. آه. با چوب نون تیری همون تیری چوبه دیگه. تیری او تیری نونه. آها. این نونگردم شد. آه برمی. او تیر نون خوش نون میفرد. درست کنم. درست. این خوش برمیگردم. رو تو برمیگردم. من تبریک بهتون میگم به خاطر چنین خونه زیبایی که الان اینجا هستش و فضاهایی که من دیدم خودم و لذت بردم. من همیشه تو برنامه همسفر اینو به بینندگان میگم که اگه خواستین سفر کن به جاهایی که به هر حال ارزش دیدن دارن، اگه اقامتگاهی هم انتخاب میکنی یه جای بکر و زیبا باشه که بتونین بیاموزید از اون معماری که در اون منطقه هستش. بعد چه فضاهایی داره این خونه؟ مربوط به چه سالیه؟ چند سالی ازش میگذره؟ این خونه متعلق به دوران قاجار، این اصل بنای خونه متعلق به دوران قاجار است. در بافت قدیم صفاشهر قرار داره و فضای متنوعی ما براش دیدیم، به این دلیل که خواستیم بحث توریسم و بحث گردشگری رو به صورت علمی هم ادامه بدیم و بجز اینکه زیرساخت‌های بومی و گردشگری عشایری رو در این خونه ما نشون بدیم، به بحث توریسم علمی و اون زیرساخت‌هایی که مربوط به اکوتوریسم، توریسم طبیعت‌گردی و گیاهان دارویی باشه در
تماما در این خونه و مجاورت اون به نمایش بذاریم. زهرا نیکوبخت هستم، مشغول قالی بافتن هستم. قالی بافی؟ قالی بافیتون با جای دیگه فرق داره نه؟ بله. عشایریه؟ نه، این هور خرمی هست. خرمی؟ بله. یعنی خود خرمی برای خودش جدا قالی داره، نقشه بله، داره؟ بله، این هور خرمیه که میبافیم، با عشایری فرق داره. و نقشتون کو؟ من خودم از خودم میبافم، نقشه ای ندارم. حفظی میبافیم؟ بله. اشتباه نمیشه بعد گلا و خونه ها و اینا؟ نه اشتباه نمیشه. خب این که قالیچه هستش، یه تابلو فرش بیشتر. بله. در سازهای بزرگتر هم حفظی باف داریم؟ بله داریم. بله دوازمه؟ بله داریم. ما اکثرا همجور از خودشون بدون نقشه میبافن. بدون نقشه میبافن. من نمیدونستم توی ایران فقط توی جوشاغان قالی استان اصفهان دیده بودم که بدون نقشه دارن قالی میبافن. بله. پس شما هم حفظ بافین. بله. چجوری یاد گرفتی؟ چجوری حفظ کردین طرحو؟ ما از بچگی که من خودم کلاس سوم ابتدایی که رفتم قالی بافی یاد گرفتم. خب بعد از بچگی همینجور پیش مادرم، مادر بزرگم و اینا میبافتن، منم پیششون بافتم یاد گرفتم. خب چجوری حفظ بافی میشه؟ من اینو متوجه نمیشم. خب اونا دارن میبافن، شما دارین نگاه میکنی. بله. بعد یه گل یک نقشه. نه خودشون نقشه ندارن، پیش خودشون مثلا ببینید یه پرنده چیزی میندازم. بعد من پیش اینا یاد گرفتم. یاد گرفتم. لباسی که پوشیدین چه لباسیه؟ نه لباس محلی همین خرمی. خرمی. یعنی البته خرمی قدیم، الان دیگه خیلی جوری الان شده صفاشه. آها این لباس قدیمی اینجا هستش. تو استان فارس من دیدم این لباسا زیاد میپوشن. توی مراسم میشن این لباسا میپوشن یا اینکه نه همیشه مثلا نه میپوشن. بیشتر الان دیگه بیشتر تو عروسی ها میپوشن، تو جشن ها و اینا. ولی قدیم لباس مرسومشون بله. بوده. بله درسته. بله صفاشر چند نوع غذای سنتی داره. یکیش کله جوشه که الان من میخوام برای شما اونو نحوه درست کردنش رو توضیح بدم. یکیش قورمه هست، یکیش آش دوغه. ما کله جوشو از چیایی که محلی خودمون تهیه درست میکنیم تهیه میکنیم. کشکمون محلیه، با کشک و گردو و روغن محلی درست میکنیم کله جوشو. اینا همش محلی است. در ابتدا کشک آب میکنیم که یک کم نرمتر بشه جهت ساییدن، که بسابیم کشک
نرم باشه. ما کلجوشو با گردو و روغن محلی و پیاز داغ درست میکنیم. کالجوشی که ما توی منطقه درست میکنیم چون خرما و گردو داخلش میریزیم به این خاطر که طبعش گرم بشه و چون دهبیت زمستوناش خیلی صفاشر خیلی سرده به این خاطر طبع کلجوشنشون رو گرم میکنه. ما بله خرما و گردو میریزیم داخلش چون بعضی از شهرهای دیگه که من پرسیدم میگن داخلش گردو هست ولی کنجد میریزن چیزای دیگه جای خرما نمیریزن فقط صفاشر به خاطر اینکه تب کلجوششون گرم میشه. این کلجوش سرشار از کلسیومه. در ابتدا ما کشک رو خیس میکنیم یعنی میریزیم داخل آب تا نرم بشه بعد میسابیمش با روغن محلی. پیاز داغ میگیریم داخل پیاز داغ زردچوبه میریزیم، نعنا میریزیم، گردو میریزیم و خرما. خوب که اینا به هم دست داد و حل شد داخل روغن، کشک سابیده شده رو میریزیم داخل کلجوشمون. بعد کلجوشو با نون محلی، نونی که تیری در این منطقه پخت میشه استفاده میکنم و سرو میکنم. با سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، خانم خانی هستم در رشته سرمدوزی. الان مدت چند ساله که در این رشته کار انجام میدم و سرمدوزی تشکیل شده از حالت حالا قبلا بهش یه نمونه دیگه کارای دستی است که بهش ملیله میگفتن. اینا هم در اصل همون شباهت ملیله رو داره ولی سرمه بهش میگن به خاطر حالا جنسش حالت فنری داره که هنگام دوخت باید خیلی مواظب باشیم تا کشیده نشه. ملیله روی فلز انجام میشده ولی این روی پارچه پیاده میشه؟ نه اون ملیله منظور حالت شیشه مانند کارهای مثل پولک دوزی این انجام میشد ولی این سرمه دوزی باز حالت مثل همونا لوله شکله، داخلشون خالیه که سوزن از داخلش رد میشه با نخ. اینا در اصل بهش میگن سرمه دوزی که حالا میتونن قاب استفاده کنن، رومیزی استفاده کنن، رو اوپنی یا حالا خلاصه اون بستگی به سلیقه هر فردی داره که بخواد تو چه زمینه ای ازش استفاده کنه. فقط روی پارچه پیاده میشه؟ بله پارچه ترمه، پارچه مخمل در اصل سرمه روی پارچه ترمه است که یه چیز کار سنتیه. ترمه مال اصفهان دیگه؟ بله. یعنی شما اومده هنر چند شهر رو با هم؟ بله اصفهان هست، کاشان هست، یزد هست، زنجان هست، کرمان باز هست. باز دوباره نحوه دوخت هر شهری هم فرق میکنه، مدل دوختشون هم فرق میکنه که منجق هم داخلش به کار میده. باز میشه هم سرمه با منجق کار کرد هم منجق خالی کار کرد که اینم که مشاهده میکنی نمونه از کارهای سرمه دوزی است. خانم میترا کریمی هستم، اهل صفاشهر، کار چرمدوزی انجام میدم که مدت 10 سال هست این کار رو انجام میدم. هم آموزش میدم هم این که به عنوان یه شغل کنار آموزش هم این کار رو دارم. ما در این صنعت از دو نوع چرم استفاده میکنیم، چرم طبیعی و چرم مصنوعی. یه نمونه چرم طبیعی هستش که چرم شترمرغ هست. پرورش شترمرغ تا
تو همین شهرستان هم ما داریم که این یه نمونه از چرمای همین شهرستان هستش. این یه نمونه از چرمای مصنوعی هستش که صنعتی هست، طبیعی نیست، یه نوع در واقع فوم میشه گفت هستش. ابزاری که توی کار چرم‌دوزی استفاده میشه از تخته کار هستش که از پلاستیک فشرده هستش، سنبه هست، سنبه انواع مختلف هست، برای سوراخ کردن چرم استفاده میشه و این یه وسیله هست به نام مشته برای ضربه زدن، برای سوراخ کردن است، برای چرم استفاده میشه. دیگه از قیچی، چسب آهن، انواع یراق‌آلات، نخ، نخ مونزده، نخ ابریشم، اینجور نخ ها استفاده میشه. با سلام به بینندگان محترم همسفر، خرم هستم از صفاشهر. کاری که میخوام براتون توضیح بدم کار با نمد هستش، که نمد یه کار سنتی هستش که از الیاف پشم گوسفند استفاده میشه. الیاف پشمی که استفاده میشه هم مصنوعی هست هم طبیعی. طبیعی که استفاده میکنیم باید خودمون اونو رنگش کنیم و استفاده کنیم. الیافای مصنوعی اینا هستن که رنگ شده و آماده هستن و قابل استفاده هستن. نمدها بازار نمدهای طبیعی به طرح پارچه هستن که ما از اونا برای عروسک سازی، کارهای هنری مثل رومیزی یا کارهای دیگه استفاده میکنیم. اتفاقا نمدهایی که استفاده میکنیم با کف آب و صابون هستش، یعنی قبل از اینکه ما بخوایم نمد رو استفاده بکنیم به مدت یک ساعت الی نیم ساعت داخل آب سرد خیسش میکنیم. بعد از اینکه خیسش کردیم فشارش میدیم، آب کاملا درش میاریم. بعد یه صابون به اندازه مثلا 50 گرم با یک پارچ لیوان، سه تا لیوان آب مخلوط میکنیم که کف صابون میشه و اون الیاف رو داخل اون قرار میدیم و به وسیله همون الیافی که پشم داخل آب کف صابون هست میتونیم کلاه اون نمد و اینا رو استفادهش کنیم یا تهیهش کنیم، درستش میکنیم. مصرف این چیزی که شما درست میکنیم برای چیه؟ صرفا عروسکه؟ نه، هم عروسک هست، هم کارهای سنتی مثل رومیزی هست، سرویس رخت خواب، تخت خواب، به اضافه سرویس آشپزخونه، تمام چیزها رو ما میتونیم به وسیله همین نمدها استفاده بکنیم و تهیهش کنیم، درستشون کنیم. از نظر در واقع فروش به چه شکلی هستش؟ بازار داره؟ بازار داره، چون این الان بروز هست و جدید هست، کار جدیدی هستش، استقبال خوبی شده، اتفاقا بچه ها خیلی استقبال کردن و بهتر بوده نسبت. چقدر طول میکشه تا یاد بگیره یه هنر؟ بستگی به سلیقه و ذائقه طرف داره که چقدر بتونه استعدادش رو داشته باشه که بتونه از اون استفاده بکنه و بتونه هنر و ذوق استعدادش رو توش انجام بده. اوقات فراغت رو پر میکنه؟ اوقات فراغت رو بیشتر میتونه پر کنه، مخصوصا خانمایی که خانه‌دار هستن میتونن از این طریق هم یه خرج درآمده برای خودشون میشه و یه اوقات فراغتشون رو میتونن به وسیله این پر کنن.
خب این هم از گزارش امروزمون که تقدیم نگاه مهربانتون شد از یک بنای بسیار زیبا و دیدنی و خانه‌ای که به خانه بومگردی معروف هستش و صنایع دستی ارزشمند منطقه. و در واقع میشه گفتش که ما از یک بعد از ظهر شروع کردیم و الان پاسی از شب گذشته، هنوز سوژه های این خانه تموم نشده، هنوز فضاهایی در این خانه هستش که میشه بهش اشاره کرد، مثل جاذبه دستکن که جاذبه فوق‌العاده زیبا هست و ما قصدمون اینه که در برنامه جداگانه به دستکن هایی که در این منطقه هست اشاره کنیم و ساختارشون و کاربردشون. پس همسفر از دست ندین. در آخرین قسمت از مجموع برنامه‌مون از شهر زیبای صفاشهر انشاءالله می‌خوایم به فضاهای متفاوتی اشاره کنیم. همراه و همسفر ما باشین در سراسر ایران، این بار استان فارس، شهر زیبای صفاشهر. 3085 رو فراموش نکنین، به اون پیامک بدین، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا و گزارش دیگه، خدا نگهدار.